همراه میشیم با آقای خسرو ملک. خیلی خوش آمدید باز در برنامه ما. آقای ملک، شما در دادگاه امروز گفتین که نظام اسلامی به جای مسببین واقعی و دونه درشت ها، از لغت های خودتون دارم استفاده میکنم، دانه درشت ها، تعدادی آدم مفلوک را راضی کرده که نقش متهم بازی کنن و در آخر هم اونا را برای حفظ اسرار نظام اعدام خواهد کرد. ممکنه در این باره توضیح بدین؟ عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و ابراز همدردی با تمام دردمندان و همدردانی که هر کدام به نوعی عزیزانشون رو در مسائل مختلف از دست دادن. بله، ببینید، ما شکایتمون علیه افراد اصلی که در بدنه اصلی نظام هستن، نظیر آقای شمخانی، آقای حاجی زاده، سلامی، باقری و یک سری افراد دیگر این شکلی که در رده های بالای نظام هستن و جزء مقامات ارشد محسوب میشن، اینها به جای این افراد برداشتن 10 نفر آدم دیگر رو آوردن و دارن اونها رو محاکمه میکنن. خب اینها کارمندان و افراد دون پایه هستن که به هر صورت حسب دستور مقامات بالا اقدام و انجام جنایت کردن و طبیعیه که این افراد متهمین اصلی نیستن. قطعا این افراد وقتی که پذیرفتن که نقش متهم اصلی رو بازی بکنن، با این قول و قرار احتمالاً بوده که با یک حکم بسیار سبک روبرو میشن و کاملاً آزاد میشن. اما اگر احیاناً این افراد همان افرادی باشن که در جریان شلیک به هواپیما همکاری کردن، تکرار میکنم اگر اونها باشن، چون هویت اونها هنوز برای ما تایید و مشخص نشده، خب حتما یک اطلاعاتی رو در مورد دستوردهندگان اصلی این فاجعه دارن و طبیعیه که بعد از آزاد شدن باید به نوعی ساکت بشن و تنها راهی که برای ساکت کردن وجود داره، مثل بسیاری از کسان دیگر، مرگ هست. همونطور که سعید امامی برای ساکت شدن داروی نظافتی خورد و یا کسان دیگری اقدام به خودکشی کردند و یا در اثر تصادفات و غیره و غیره از بین رفتن، اینها اونهایی که اطلاعاتی رو داشته باشن یقینا سرنوشتی به جز مرگ ندارن و حتما اینها خواهند بود. چون اگر بیان دهنشون رو باز کنن و بگن که چه کسی به ما دستور داده، اون وقت دیگه همه رشته ها پنبه میشه و اصطلاحا گند قضیه در میاد. آقای ملک، شما همچنین خواستار اون شدین که رئیس و مستشاران دادگاه اعضای خانواده خودشون رو بیارن توی دادگاه و در حضور اونها به این پرونده رسیدگی کنن. چرا همچنین درخواستی کردین؟ آیا انتظار دارین حضور خانواده و رؤسا چه تأثیری داشته باشه؟ خب خانم، ببینید، جلسات دادگاه با درخواست مکرر و پی در پی خانواده ها برای تعویق جلسه دادگاه به بعد از مراسم سومین سالگرد بوده و این یک خواسته بسیار بسیار کوچیک اما در این حال انسانی بود. کمترین توجهی به این خواسته نشده. ما امیدوار به این مسئله بودیم که اگر خانواده های اینها بیان در صحنه دادگاه، زجه و شیون و ناله پدران، مادران، همسران و خواهران و برادران داغدار رو ببینن، اون وقت میتونن با شخصیتی رو که همین افراد در خانواده دارن مقایسه کنن و شاید اونها بتونن روی اینها تأثیر بذارن. این شرایط نامساعدی رو که خانواده ها دارن، چهره های در هم شکسته، اشک هایی که
رنگ شفق به خودش گرفته، کمترین تأثیری در روحیه و در فکر رئیس دادگاه نداشته. متاسفانه این افراد جز با فشار آوردن حرفی رو که باید از اول بپذیرن خب نمیپذیرن. آقای ملک، در اثر فشارهای متعدد، در اثر اعتراضات شدید متعدد، امروز ناچار شدن که دادگاه رو تا بعد از مراسم سالگرد به تعویق بندازد که ما بتونیم بریم عزاداری کنیم. خواسته ما یک خواسته بسیار بسیار کوچیک اما در این حال انسانیه.